دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز شما که بیننده صبح زندگی هستین در بخش نبض سلامتی هستیم و مهمان خیلی گرامی ما لطف فضلی متخصص امراض دندان و جوف دهن با ماست در رابطه با اهمیت امپلنت و قرص دندان صحبت هایی داشته باشیم چی خوب است که با دکتر سب سلام کلام داشته باشیم و موضوع شما هم بیننده باشین جناب دکتر سب سلام صبحتون بخیر خوش آمدین به صبح زندگی تشکر جمشید جون صبح خودت بخیر هموطنان عزیز و گرامی سلام و عرض ادب دارم براتون امیدوار هستم که ساعت من باشین هوا سرد است کوشش کنین که از لباس های گرم بپوشین تا خدای ناخواسته مریض نشین بله چطور بود هوا سرد بود هوا بسیار درد. سرد بود هم ام از دهام ده زیاد بود هم ام امروز هوا سرد است آلودگی نبود آلودگی خود طبیعی است بله باشه خب به هر صورت در رابطه با اهمیت امپلانت و یا هم قرض دندان صحبت های داریم خواستیم که بیشتر در مورد اهمیت امپلنت و یا قرض دندان که بیشتر بدانیم چرا ضرورت است جمشی جان عزیز ساخت دندان نیاز است برای هر فرد زمانی که یک شخص دندان سالم داشته می باشه به با هر دلیل اگر پوسیدگی می بنای قبل از امروز هم, هم پلان میکردن نام با یک روش های دیگر امروز خوشبختانه ما هم, هم پلان داریم با میتود های جدید مهم. که به خاطر از ما هستند که فاقد دندان هستند و میخواین که دندان جور کنن یا براوشی هستند که به شکل ثابت دندان در نزدشان میباشد خیلی حالی چند جلسه طول میکشد تا این همه تکمیل و تدویی شود. امپلانت زمانی که یک فرد مراجعه میکنن یا میخواین که دندان بسازند زمان که یا مراجعه میکنن امپلانت نو جراحی است که در خود نزد شخص ما به شکل میتود جراحی اما یا به اصطلاح جنسی که در دا داخل استغان غرس میشه از جنس تیتانیوم یا پلاتینیوم اکثرا باشه زمانی که مریض مراجعه میکنن دوستان عزیز اگر شما نیاز به ساخت دندان دارین امپلن کدام مشکل یا دشواری خاصی ندارن به شکل عادی و به شکل ساده ساخته میشه دندان در نزدتان زمانی که مریض مراجعه میکنه به کلینیک های دندان به خاطر ساخت دندان امپلنت یک سلسله بررسی های از این صورت میگیره که چی, چی وقت دندان یا اکسترکشن کشیدن به کدام دلیل دندان کشیده بودن آیا استغان از این مقامت به ساخت دندان که مناسب است جوف دهنش به خاطر ساخت دندان یا نیست بعد از تکمیل اوپیدی یا نزدش زمانی که ما طول دندان تعیین میکنیم که در کدام مرحله دندان غرس میکنن میشانن یک سلسله میتود های هست که یا به بیننده ها خسته کن تمام میشم از جا صرف نظر میکنم صرف زمانی که عزیزان ما میخواین که پلان می کنن زمانی که مراجعه میکنن در نزد دکتر صاحب اما فکسچر یا به اصطلاح جنسی که در داخل استخوان از یا غرس میشه یک پایه از بنام پایه ابیوتمن میگن که یا در روی پایه دندان نصب میشه خوشبختیش ای است که دندان کدام تفاوتی با دندان طبیعی نداره مریض راحت می نظر به ساختای دیگر بعضی از دوستها و همتنان ما هستند که شکایت میکنن ما دندان ساختیم دندان ما از دان ما خارج میشه یا صحبت کردن میتونیم حرف زدن نمیتونیم مزایای می خوبتر است که فرد راحتتر می باشه غذا را می که به درستی یا گاز بگیره بجوه از نظر کزموتیک زیبایی بسیار رول اساسی در وجه انسان داره زمان که یک فرد امپلاند می کنه دندان کشت می کنه زیبایی بسیار خوبه برش احاده می شه طبیعی می باشه مریض احساس نمی کنه که ما دندان ساخته این مزایه هست که با. یک شخص در نزدش به شکل دندان امپلاند میسازه اما گذشته از که دندان های ما به شکل ثابت داریم که یک نفر بریج می سازه. فرض مثال یک نفر یک دندان کشیده می پیش دکتر صاحب وقتی که مراجعه می برای برش دندان میسازند دو دندان دیگه هم به خاطر از یک پایه گرفته شود به خاطر ساخت دندان از یا تراشکاری صورت می که اکثر دوستان ما کوشش می که دندان های خود تراشکاری نکنند پوش نکنند به خاطر ساخت دندان امپلاند بهترین گزینه به خاطر ساخت دندان ها هستند خیلی عالی مراق... در رابطه با مراحل مراقبت انجام غز دندان چکاهاباک ما یک سلسله کارهایی داریم در نزد دوستان عزیز که باید یا توجه داشته باشن بد از ای که یا امپلانته انجام میتن <coughs> اولا کوشش کنن عزیزان ما ما ببینین جمشید جان مزاد استدباب داریم یعنی نمیتونیم که به بعضی افراد دندان امپلنت بسازیم چگونه افراد ما یادواری میکنم دوستان ما آگاهی داشته باشن که کدام افراد میتونن که از امپلنت دندان استفاده کنن اما کدام اشخاصی هستن که از امپلنت دندان استفاده کردن نمیتونن در ابتدا میخوایم برای کسایی یادآوری کنم که امپلنت دندان نسازن خصوصا کسایی که ورزشکار هستن. نسازن کسایی که فری کار میکنن بکسر هستن پهلوان کشش کنن که از امپلان جلوگیری کنن چون زمان که یا فکسچر میسازن اگر به هر دلیل یا تروما ببینن صدمه ببینن همه فکسچرها در دا داخل استغان درست التیام پیدا نمی کنن. یعنی بان نمیشه امرای خود استغان محکم نمیشن آه. یا ضربه کوارت میشه در صورتشان این سبب میشه که فکسچر خود در استغان فکس نسازه و عزیزان که مرض دیابت یا مرض شکر کنترل ناشده دارن اشخاصی که مریض باید شکر دارن یا باید دندان امپلان غرس نکنن چون نتیجه برشان درست نمیتن و عزیزان ما که تکلیف هیموفیلی دارن یک مریضی است که خونریزی در نزد دوستان ما باوجود وجود میانی کسایی که خونریزی دوامدار شدید دارن یا از امپلان دوری کنند و از یا امپلان ساخته نمیشه و نتیجه خوب نمیتن و از زان ما که مشکل عصبی دارن یا نزبی است اما مطلق به کسایی که یاداوری کردیم به این اشخاص جور کردن نمیتونیم و نزبی مثلا کسایی که مرض شکر دارن شکرشون کنترل میکنیم وقتی که شکر از یا از بلند و عصبی پایان برسه میتونن که امپلان بسازن امپلان جور کنن و بر عزیزانی ای که این ضرورت از باید بسازند همتنان ما که امرای پولیتیز های مصنوی متحرک یا سازگاری ندارند بعضی از همتنان ما هستند که از پولیتیز ها و ساخت دندان های متحرک استفاده می کنند جمشید جان بله. اینها زمانی ای که پولیتیز در جوف دهن خود قرار می تن یک نوع وومیتینگ یا آه. دلبدی در نزدشان ایجاد می یا نمی از پولیتیز های مصنوی استفاده کنند بهتر است که یا از امپلنت دندانی استفاده کنند خیلی. بهترین روش و بهترین گزینه به خاطر ساخت دندان های ثابت فعلا امپلان داریم و دوستان ما که حساسیت با خود دنچرا دارن یا دندان های متحرک دارن یا کوشش کنند که از امپلان ها استفاده کنند مزایای خوب امپلان نسبت به دندان های دیگر مقامت بیشتر دارن یا چون امپلنت که از در خود استغان فکسچرش غرس میشه یا نسبت به دندان, های دندان هایی که ما می به شکل متحرک و ثابت می باشه امپلنت بسیار گزینه مناسب و خوبه به خاطر مقامت است که می تانن یا راحت از امپلنت های دندانی استفاده کنند خیلی و اشخاصی که جمشی جان امپلنت می نکات خوب در نظر داشته باشند حفظل سه جف دهن در نظر داشته باشند اینکه که زمانی که امپلنت می شد بعد از امپلنت فکسچر که و اون وسیله که داخل استخوان غرس میشه بعدن یا خیاطه یا سوچر میشه که دوخته میشه همتانان ما کوشش کنن که بعد از اینکه امپلان غرس میکنن امون ناهی که امپلنت میباشه را برس شخ نزنن آه. چون خود خیاته ها برطرف میشه از ساحه جدا میشه آه. و همتان هم ما کوشش کنن که مراقبت بهداشت جف دانه در نظر بگیرند در طول روز دندانهای خود با برس نرمی و برس بزنن آه. بعد از امپلان که ساحه انتانی نشه ما بعد از امپلان بس بسیاری مریضا مراجعه میکنند که دندان هایشون افونت داشته میباشند قسمتی که غرس میشه آه. یا امپلان میشه اینها دچار التهاب میشن که یا کوشش کنن از مراقبت جوف و دندان بیشتر در دن نظر بگیرند تا که دندان هایشون دچار التهاب نشن آه. از خطرات و عوارض امپلان دندان هم میشه بدونیم که آیا خطرات هم در آینده ها می باشه یا اکثرا امپلان ها جمش جان بعد از سن 18 سال صورت میگیره چون زیر سن 18 سال به خاطر رشد فک در نزد شخص می باشه ما نمیتونیم که در نزد شخص امپلان داشته باشیم یعنی از, با از, از 18 به پایین هیچ امکان از به پایان امکانش نیست ندرت است بعضی ها که امپلان میکنن اما نتیجه خوب نمیتن کوشش کنن دوستان ما که بعد از سن 18 سال یا امپلنت داشته باشن و خطراتی که در نزد یک شخص دارن خطراتش ثابت نیست به شکل جزئی می باشه. بلیدینگ است یا خونریزی در نزد شخص ایجاد میشه بعد از ایمپلنت که یا به شکل موقتی می باشه در بعضی موارد اگر زمانی که یک شخص تحلیل استغان داشته میباشه باشه یا مراجعه میکنه به کلینک های دندان که ایمپلنت کنن یا کشت کنن دندان اگر د صورت کې یا تحلیل استخوان می داشته وشن یا بن گرافټ میشن پیوند استخوان در نزدشان صورت میگیرند که بعد از پیوند استخوان در نزدشان امپلنت ایجاد میشه و عزیزان ما خطر امپلنت نسبت به ساختای دیگر بسیار کم است چون د ساختې دندانونه متراک جمش جان در نزد یک دوست ما بد برید ایجاد میشه یا بوی بد دهن در نزد شان ایجاد میشه که خوشبختانه در ساخت دندان پلن بوی بد دهن ایجاد نمیشه چون منفع در خود ساختار دندان موجود نمی باشه و هموتنان ما به درستی ناحیه ر میتانه که پاکاری کنه در سخت دندان های بریچ ها که یک فرد به شکل ثابت دندان جور میکنه غیر از این یا احتمالش هست که بقایای مواد غذایی در بین دندانشان دمش. یا در بین دندان های ساختگی گیرش پیدا کنه خوشبختانه در این به او شکل نیست این پلان از ساختاری هست که به شکل طبیعی دندان در نزدش اشخاص می در رابطه به ارزش دندان ها میخوایم بیشتر بدونیم شاید خیلی توجه که کمی دندان ما چقدر ارزش داره بر خود ما بیاین در رابطه با قرض این پلان دندان که چقدر هزینه میگیره یک دندان که حالا مردم هموطن های ما و کسایی که خوش دارند که دندان سالم داشته باشن بفهمن که واقعا یک دندان که قرض میکنیم و این پلان میکنیم باید قدر دندان رو خدا بدانیم جمشید جان عزیز در ابتدا ما می که به هموطنان عزیز ما یادآوری کنم چی خوب است از که ما دندان بکشیم پس در جای دندان بسازیم خوبتر است که مراقبت خوب از دندانهای خود داشته باشیم وقایه داشته باشیم تا دندانهای ما خراب نشه و مراجعه نکنیم در پیش کلینیک های دندان و دندان بسازیم خوبتر از به هموطنان عزیز بگویم که متوجه خود جوف دهن و دندان‌هایتان به حد باشین از غذاهای سخت زیاد استفاده نکنین به شکل طریقه های درست برز بزنین از کریم دندان های بیشتر استفاده کنین غذاهایی که چسب دارن اسیدی می باشن. گازدار می باشن. کوشش کنین که زیاد استفاده نکنین تا خدای ناخواسته دندان خراب نشه اما به هر دلیلی که شما دندان از دست میتین دندان میسازین هزینه ساخت دندان امپلان نسبت به ساختهای دیگر کمی گرانتر است احتمالا از حدود 200 دو دلار فعلا در بازار شروع است تا 800 دلار که انواع مختلف امپلنت ها نظر به شرکت ها و نظر به مقامت های خود ها هزینه برمیداره. هزینهش کمی گرانتر است هموطنان ما کوشش کنند تا که هزینه را پرداخت کنند برای دندان مصنوی چی خوب است که اه, یک کریم دندان یک برس دندان خوبتر خریداری کنند یا مراقبت دندان خود باشند تا دندان خراب نشند و نیاز به ساخت دندان پیدا نکند بله کسایی که سی, دو دندان سالم دارند خوشبخت هستند خوشبخت هستند ضرب دو ست بکنیم <laughs> <laughs> 6400 دلار دهن ده خود ما یک نعمت خداوند نعمت بیشتر از موضوعاتی که گفتین استفاده کمتر داشته باشین شیرینی بابای که بابایی که در بازارها فروخته میشن اینا هم ضررساز است مصنوعی میگن یا همین شیرینی هایی که خیلی از حد بالا است یا میتاهی است یا جلبی است یا بعضی شیرینی های دیگه اینا چقدر میتونه آسیب پذیر بسازد دندانه <تصفح> رفرنس میگه جمشید جان کتاب ها میگه بعد از هر وعده غذایی انسان باید دندان خود برس کنه اگر یک فرد در طول روز هشت بار کلچه میخوره باید هشت بار دندان خود برس بزنه یعنی با هر بار دگه با هر بار غذا خوردن حداقل باید دندان ها دوباره پاکاری شود تا بقای مواد غذایی در سطح دندان های ما شما مهم. گیرش پیدا نکنه اما فعلا در افغانستان مشکلات مردم زیاد است نمیتونه که برز بیشتر استفاده کنن مراقبت جو دهن چون همه تنان ما صبح که کار می باشند و شبخانه میرن چی خوب است که صبحانه وقتی که چای میل میکنن غذا میخورن بوداقد متبدوشب اتاتم زات هوتنانماهته شبنهم دندنهزطقبتهزبمبزقبزدننهوبهها بین فاصله های دندان گیرش پیدا میکنه خصوصا از شیرینی باب یادواره کرده شیرینی باب زمانی که یک طفل بزرگ سالان مایل میکنند میخورند یا زمینه کاریسه در نزد دندانهای زمینی پوسیدگی را در نزد دندانهای از یا بیشتر میسازه همی شیرنی سبب میشه که لاب دن از یا یک جای شوه باکتری های یک جای شوه باعث پوسیدگی در نزد دندانهایشان شوه و همتان ما کوشش کنند مراقبت هایی که در نظر دارند بهترین رای حلش همی است که یک کرم دندان شاید در حدود سی چل بهترین کرمدندان شاید هفد روه صد روپه هما یک کریمدندان میتانه که در دو سد افغانی دو ماه شما راحت میباشین بیغه میباشین دو ما بعد هداقل شما باید برس تان نیواز کنین چون تارای نایلونی که در برس است این ها خود خراب میسازه و اینمی سبب میشه که شما در نزدتان خونزی بیره پیدا شد و مشکلات بیره در نزدتان زمانی که برس خراب میشه در نزدتان ایجا شود دو ماه بعد برس عزیزان تبدیل کنین و از دندان های خودتان مراقبت داشته باشین تا نیاز به امپلانت یا ساخت دندان شما پیدا نکنید. خیلی سپاسگزار لطفا فضلی متخصص روزه دندان و جوف دهن از که دعوت ما را پذیرفتید. خواهش می‌کنم بخیر باشید. بله هممتنان عزیز بخش نبض سلامتی دندان زیبا و لبخند زیبا کوشش بکنین توجه بکنین به دندانهای زیبایتان در حال حاضر هم وقت داریم دوباره برمیگردیم ادامه صبح زندگی